Now, you can't discredit Hani. You know, he's very smart. He chose the people that he see, like, wow, this guy, you know, like, for example, Derek. سلام دوستان، من محمد هستم. به کانال ای فلکس فیتنس خوش اومدین. مثل همیشه بدون معطلی بریم سراغ تازه‌های بدنسازی امروز که حسابی اخبار داغی رو براتون آماده کردم. بالاخره بهروز تابانی هم استارت سفرش رو به سمت اسپانیا زد و این ویدیو آخرین آپدیت بهروز ما قبل از رفتن از ایرانه. چون ویدیو از نزدیک گرفته شده، جزئیات بهروزم بهتر دیده میشه. من با دیدن این ویدیو خیالم راحت شد که بهروز حتی با اینکه وزنش نسبت به استیج‌های قبلیش بیشتر شده، ولی کاتش همون کات قدیمیشه. این بدن تا حدود کمتر از 2 روز دیگه حسابی کات‌ترم میشه و رنگم که بخوره قشنگ همه فیبرها با رگ و ریشه بهروز مشخص میشه. چیزی که خیلی جالب بود توی این ویدیو کمر فوق‌العاده باریک بهروز از پشته. وقتی برمیگرده که فیگور لت از پشت رو بگیره، قشنگ اون باریکی کمرش مشخصه. انگار داریم کمر یک کلاسیکا رو میبینیم، نه یک سنگین وزن حرفه‌ای رو. از این طرف لطای بهروز انقدر از پایین شروع شده که چیزی نمیخواد تا به باسنش وصل بشه و اینا یعنی ژنتیک. وقتی میگن برانسازی حرفه‌ای و مستر اولمپیا جنگ ژنتیکاست، یعنی این بدن. بهروز کلن از وقتی حرفه‌ای شده 4 تا مسابقه داده که توی هر 4 تا تو تاپ 3 بوده. الان هم به عنوان یه مدعی کاملا جدی 5 مسابقه خودشو میخواد تو اسپانیا بده. مایکل کریزو هم یه آپدیت کوچیکو دیروز منتشر کرد که جفت بازی از پشت بوده و دوربین زاویه چندان درستی نداره. ولی توی همین زاویه هم تفاوت کمر مایکل رو با بهروز قشنگ میشه فهمیدش. مایکل توی جزئیات پشت واقعا نسبت به اولمپیا 2022 پیشرفت خیلی خوبی رو داشته. ولی از اولمپیا 2023 به این طرف، همون بکی که توی پراگ پرو ازش دیدیم، همینجا هم احتمالاً ازش ببینیم. یه جورایی احساس میکنم ساسان حیرتی قراره یه رقابت نزدیک رو با مایکل داشته باشه. ساسان هم این آپدیت رو دیروز منتشر کرد که پایین تنش فوق‌العاده است. قراره حسابی کات بیاد روی استیج. بالا تنش هم حرفای زیادی رو برای گفتن داره. حالا باید بازم منتظر استیج باشیم تا مایکل و ساسان کنار همدیگه باشن. اما رقیب اصلی بهروز یعنی ویلیام بوناک چند روزه که اسپانیاست و این ویدیو رو اسپانسرش دیروز توی یوتیوب گذاشت. ویلیام واقعا بدنش نسبت به قبل بهتر شده و این یه سال استراحت حسابی کار خودشو کرده. ویلیام واقعا آماده است. نه بهروز ما کار راحتی رو برای قهرمانی داره، نه ویلیام بوناک. هر دو نفرشون پوینت های خودشونو دارن. بهروز استراکچر، شیپ و احتمالاً کاندیشنینگ بهتری داشته باشه. ویلیام بوناک هم احتمالاً چگالی خیلی خوبی رو بیاره روی استیج. البته بهروز داره با سنگین ترین ورژنش میاد روی استیج و این اختلاف چگالی احتمالاً خیلی کمتر هم بشه. بهروز اگر بتونه قهرمان بشه، یکی از پر افتخارترین ورزشکارهای چند سال اخیر لیگ حرفه‌ای رو شکست میده و این خیلی میتونه برای بهروز ما خوب بشه که حسابی مطرح‌تر بشه و اسمش دوباره بیاد صدر تمام اخبارهای برانسازی دنیا. دیروز هم یکی از مطرح‌ترین یوتیوبرها در مورد استیج امپرو کلاسیک اسپانیا نظر خودش رو گفت که مدعی اصلی استیج اسپانیا نه ویلیام بوناک، نه مایکل کریزو. مدعی اصلی قهرمانی استیج امپرو کلاسیک اسپانیا بهروز تابانیه. یادتون نره که ما استیج امپرو کلاسیک اسپانیا رو کامل براتون روز یک شنبه پوشش میدیم و قراره توی یوتیوب یه لایو خفن رو با گزارش فارسی براتون داشته باشیم. ساعت استارت لایو هم تو یه پست کامیونیتی بهتون میگم. اما مرتضی مشایخ هم همونطور که حدود یه هفته پیش بهتون گفتم، به خاطر نداشتن تمرکز کافی از استیج اسپانیا انصراف داد. حالا دیروز یه پست توی اینستاگرام منتشر کرد و گفتش 1-2 ماه درگیر ویروس زاتوریه بوده و حتی 2 هفته هم تو بیمارستان بستری بوده. بعدش هم که با مربیش فرانسیسکو داشتن برای استیج اسپانیا آماده می شدن، چون به پیک بدنش و 100% بدنش نمی رسیده، از اسپانیا انصراف دادن تا با 100% بدنش و یه ورژن بهتر تا قبل اولمپیا یه مسابقه دیگه بدن. خبر بعدی که براتون آماده کردم مال وحید بادپی هستش و وحید چند وقتی میشه که داره با استفان کینزل کار میکنه. بعد از اینکه ویزای وحید برای ایتالیا ریجکت شد، خبری از مسابقه جدیدش نبود تا یه روز پیش که این آپدیت رو منتشر کرد و نوشتش
4 هفته تا رقابت برای جواز اولمپیا. مسابقهش رو وعید نگفته، ولی جوری که من تقویم استیجای لیگ حرفه‌ای رو نگاه کردم، 4 هفته دیگه تا استیجای کلاسیک فیزیک توی هلند، امریکا، کانادا و تایوان فاصله داریم. همینطور حدود 23 روز دیگه هم استیج مستر بیگ اولوشن پرتغال رو داریم. احتمال شرکت کردن توی کانادا و امریکا که خیلی پایینه، چون ویزا رو به سختی میدن. تایوان و هلند هم اگه بذاریم کنار، احتمال شرکت کردن توی پرتغال از همه بیشتره، چون که پارسال هم وحید میتونست ویزای پرتغال رو بگیره، ولی چون قهرمان استیج شرو کلاسیک هند شد دیگه به پرتغال نرفتش. پارسال تب و تاب رقابت وحید باتبی با استفان ماتالا توی استیج پرتغال خیلی بالا بود و مثل این که امسال واقعا میخواد اتفاق بیافته. استفان ماتالا برای پرتغال کاملا آماده است و این تصویرم دیروز منتشر کرده که چهار سر رانش فیبر فیبره. احتمالاً یه رقابت سنگین رو هم توی پرتغال بین وحید بادپی و استفان ماتالا ببینیم. البته همونطور که گفتم هنوز استیجی که وحید میخواد شرکت کنه مشخص نیستش. فقط حدس میزنم که وحید میتونه استیج پرتغال رو برای مسابقه دادن انتخاب کرده باشه. خبر بعدی هم یه آپدیت جدید از مارتین فیتزواتر هستش که میتونم بگم پدیده امسال اولمپیا میتونه باشه. مارتین بعد قهرمانی توی دیترویت پرو و بردن گودویتوی حسابی آماده، اسمش سر زبون ها افتاد. بعد اونم به فیگور افتخاری پیتسبورگ دعوت شد که کنار بهترین ها نمایش خوبی رو داشت. آخرم توی نیویورک پرو با اختلاف امتیاز خیلی کم پشت سر نیک واکر نفر سوم اولمپیا 2022 دوم شدش. چیزی که مارتین بهش نیاز داره پختگی بیشتر عضلات و همینطور سایز بیشتر تا بتونه کنار بهترین ها رقابت کنه و خودشو برسونه به نفرات برتر اولمپیا. حتی بعضیا میگن که اون میتونه حتی امسال به تاپ 6 اولمپیا 2024 هم برسه. خود مارتین فیتزواتر هم ملقب مرخی گفته که تمام تلاشم اینه که به فراخوان اول اولمپیا 2024 برسم. اینکه مارتین به تاپ 10 اولمپیا 2024 برسه اتفاق غیر قابل قبولی نیستش. خیلی خوب، بریم سراغ سه تا خبر آخر امروز، آپدیت جدید دریک لانسفورد و سامسون داودو و پادکست جالب جورج فره که حسابی حرفای جالبی رو در مورد هانی رامبوت و شیوه مربیگریش زدش. از آپدیت دریک لانسفورد شروع کنیم. دیشب بود که دریک لانسفورد این ویدیو تمرینی روز سینه‌شو منتشر کرد و مثل همیشه اون وسطا چند تا فیگورم گرفت. اول از همه اینو بگم که احتمالاً سبک تمرینی دریک حداقل برای روز سینه نسبت به پارسال یکم متفاوت تر شده. سال پیش بیشتر تمرکزی میزد و وزنهای چندان سنگینی رو انتخاب نمیکرد، ولی امسال توناژ وزن زدنش رو بیشتر کرده و وزنهای سنگینتری رو جابجا میکنه. توی اولمپیا بتلم اگه یادتون باشه نیک واکر بهش تیکه انداخت، با این سبک تمرینی دوباره نمیتونه قهرمان اولمپیا بشی. این آپدیت و کلن آف سیزن امسال دریک لانسفورد یک جورایی مثل سال پیشه. اون بیشترین پیشرفت ها توی عضلات سینه با پایین تنش داشته و تفاوت امسال با سال پیش دریک احتمالاً این میشه که بتونه سایز و چگالی بیشتری از این حجم رو نگه داره. اگر یادتون باشه سال 2022 که هادی قهرمان شد، پایین تنه دریک نسبت بالا تنش یکم کم سایز بودش. سال 2023 تا حدودی متناسب شد و احتمالاً توی سال 2024 یکی از کاملترین ورژن های دریک رو ما ببینیم. و اصلا کار هادی چوپان برای پس گرفتن قهرمانیش راحت نیستش. همینطور که هادی ما داره پیشرفت میکنه، طبیعتا دریک هم چون سن پایین تری داره پیشرفت بیشتری هم میکنه. هادی به ماکسیموم سطح عضلانی خودش رسیده و توی بهترین ورژن خودشه و روند پیشرفت خیلی سختی رو داره، یعنی باید چندین برابر سفت و سخت‌تر تمرین کنه تا بتونه هادی پیشرفت کنه. ولی دریک لانسفورد هنوز تا ماکسیموم بدنش جا داره. به نظرتون دریک لانسفورد با سن 31 سالی که داره چند تا ساندوی دیگه میتونه بگیره؟ حتما نظرتو توی کامنت ها به هم بگو. آپدیت بعدی که براتون دارم مربوطه به سامسون داوداست که دیشب این ویدیو عضلات پشتشو منتشر کرد و رسما دوباره توی سوشال مدیا اومد صدر اخبار. پشت سامسون واقعا حجیم شده و چگالی زیادی گرفته. یکی از نقطه ضعف‌های قدیمی سامسون عضلات پشتش بود که میتونم بگم از لحاظ ضخامت و پهنا توی این آف سیزن سامسون خیلی خوب شده. حالا بازم باید ببینیم که توی دوره آماده‌سازی و نزدیک به استیج چه جزئیات رو از این پشت
میتونه بکشه بیرون. البته یادمون نره که مشکل اصلی سمسون دادو کات نشدن و آب نگه داشتن عضلات پشتش بود. باید ببینیم چی روی استیج میاره، چون اون همیشه توی آف سیزن خیلی خوب دیده میشه. خب بریم سراغ خبر آخر و پادکست جنریشن آیرون که جورج فرح توش حضور داشت. اول یه بیو از جورج فرح به اونایی که نمیشناسنش بگم که جورج برنساز حرفه‌ای بازنشسته است که توی دهه 90 و اوایل 2000 مسابقه میداد. اصالتاً اهل بیروت لبنانه ولی چندین ساله که تو امریکاست. الان هم یکی از مطرح‌ترین مربی‌های دنیاست و مربی افرادی مثل بیگرامی، برانچ وارن، رولی وینکلار، براندون کوری بوده. شاگردهای مطرح الان جورج فرح هم میتونم بگم که اندرو جکت، علی بلال و کایگرینن. کلکل جورج فرح با هانی رامبود هم برمیگرده به زمانی که هانی رامبود مربی فیل هیس بود و جورج فرح مربی کایگرین. این ویدیویی که میخوام ترجمه و خلاصش رو بهتون بگم پارت دوم این پادکسته. مجری همون اول از جورج میپرسه که در مورد هانی رامبود چی فکر میکنی؟ اونم میگه که من براش ارزش زیاد رو قائلم ولی اون توی این ورزش خیلی خوش شانس بوده. کریس بامست قبل از اینکه هانی رامبود مربیش بشه 3 بار قهرمان المپیا شده بود. فیل هیس قبل از اینکه شاگرد هانی بشه وقتی قهرمان جوانان امریکا شد همه میدونستن که پدیده بلندسازیه و همه دوستش داشتن. تنها کسی که هادی چوپان رو توی دوران آماتوریش تونست شکست بده شاگرد من توی دبی بودش. اون همیشه تیکه پاره بوده. منظورش اینه که هانی رامبود کار خاصی رو برای هادی چوپان نمی‌کرده. جورج فرح میگه که نمیشه اعتبار این قهرمانی‌ها و موفقیت‌ها رو از هانی رامبود گرفتش، ولی اون خیلی باهوشه و همیشه کسایی رو انتخاب میکنه که میدونه میتونن موفق بشن. هاری شوپن، the only guy that beat Hari Chopin when he was an amateur is one of my guys in Dubai. You know what I mean? So Hari was always shredded and stuff. Now, you can't discredit Hani. You know, he's very smart. He chose the people that he see like, wow, this guy, you know, like for example, Derek. همینطور یه مثال هم میزنه و میگه که دریک لانسفورد قبل از هانی رامبود میتونست 2 بار قهرمان 212 پوند المپیا بشه. من برای دریک احترام خاصی قائلم چون واقعا فروتنه. بعدش از یه بحث قدیمی با هانی رامبود صحبت میکنه، جایی که هادی چوپان دکسل جکسون که شاگرد جورج فرح بوده رو شکست داده بود و هانی رامبود هم توی مهمونی به جورج فرح میگه که دوست داری بهت یاد بدم چطوری شاگرد هات رو کات کنی. جورج فرح هم به هانی رامبود میگه که تو میخوای به من یاد بدی چطوری آدم 50 ساله رو با یه آدم 30 ساله مقایسه میکنی. در آخرم میگه که هانی رامبود یه مربی فوق‌العاده است، اما بلده که چطوری با کارتاش بازی کنه و میدونه که چه کسایی رو باید انتخاب کنه. You know, Hani is an amazing, you know, coach right now. You can say whatever you want, but he played his card right. He chose the right people. You know what I'm saying? همینطور جورج فرح میگه که من عاشق چالشم و کارهای سخت و دوست دارم. بذارید یه مثال براتون بزنم. قبل از من کی اندرو جکت رو میشناخت؟ اون با من حرفه‌ای شد و به المپیا رسید. خب این فقط یه بخش کوچیک از این پادکست بودش. اگر دوست داشتین بگین که ادامه پادکستم توی ویدیوی بعدی براتون ترجمه کنم. حالا توی کامنت ها به هم بگین که با نظر جورج فرح در مورد هانی رامبود موافقین. اگر از ویدیو خوشت اومد حتما لایکش کن و یه کامنت قلب برام بذار. مرسی که تا اینجا با من همراه بودین.